درود بر همیانان ارجمند، شاهین نژاد هستم و همراه دوست گرامی شهرام آریان یک سری از برنامه ها رو آغاز میکنیم به عنوان روششناسی بازپسگیری ایران از اسلام و چندین برنامه رو به این عنوان اختصاص خواهیم داد. ما یه سری از برنامه ها رو به نام دلایل ماندگاری اسلام در ایران آغازیدیم و چند برنامه تو اون زمینه داشتیم، منتها روند رخدادها در ایران به گونه ای شد که در حقیقت ما رو وادار کرد که این برنامه، یعنی روششناسی بازپسگیری ایران از اسلام، رو جلو بیاندازیم، به خاطر اینکه از دیدگاه نظری می‌خواستیم به این مهم بپردازیم. وضعیت کشور به گونه ایست که همه در بهت و سرگشتگی به سر میبرن و تقریبا همه، حتی کسانی که تا دیروز خیلی خوشبین بودن، امروز ایران رو در برابر یک بنبست بزرگی دارن میبینن و به دنبال راهکارن. میگوین حالا چاره چیست؟ همه به دنبال چاره هستن و این چاره نمیتونه چند سال دیگه به تعویق بیفته، باید هرچه زودتر مطرح بشه و اگر که کاربردی و شدنیست به کار بسته بشه. ایران امروز به هر حال براش هر روز یک روزه و درسته که روز و سال در تاریخ یک ملت خیلی کوچکه، ولی ما وضعیتمون بحرانی تر از این حرف هست. از این رو این سلسله گفتارها رو به همراه شهرام آغاز میکنیم و پس از این پیش گفتار و دلیل اینکه چرا این برنامه را آغازیدیم و امیدواریم پس از پایان این برنامه ها، اگر عمری باشه، برنامه های دلایل ماندگاری اسلام در ایران رو پی بگیریم، من سر رشته گفتار رو به شهرام میسپارم. شهرام جان درود بر شما. با درود شاهین جان و به بینندگان. خواهش میکنم شهرام جان، مطلب بسیار مهمی است و پرسشی است که همه از هم دیگه کردن و به ویژه پس از اینکه ما برنامه ها رو در تلویزیون و در یوتیوب ارائه کردیم به همیهنان، خیلی در این باره پرسش شده و همه نگرانن دیگه. ها کار از نگرانی گذشته و دلواپسی و به جای رسیده که در حقیقت ما به عنوان ملت داریم دست و پا میزنیم برای اینکه یه گریزگاهی بیابیم از این بنبست تاریخی عجیبی که گرفتار شدیم. باید چگونه مطلب رو باز کرد شرم جدید؟ معما چگونه گشوده خواهد شد؟ آن نخواست اینکه بایزد شانجا من تصویر رو انبازش بدم، واسه اینکه از راه تصویر هم تنظیر جلو خواهیم رفت، حتما تا بعد به من یه تاییدی بده که آیا تصویر دیده میشه یا نه. بله. این روش شناسی بازپسگیری دیده میشه؟ بله بله. تو صفحه کامل بدون حاشیه؟ بله. بسیار خوب. برنامه رنسانس الان 2.5 تا 3 ساله که داره سیستماتیک، سامانه ورانه بررسی میکنه که این جهان ایران پیش از اسلام چگونه کار میکرده، پس از اسلام چگونه کار میکرده، یعنی در حقیقت کارآمدی که اونجا از دست داد، 80-90% از کارآمدیشون از دست داد و از یه ابرقدرت پیشرفتگرا تبدیل به یه کشور جهان سومی شد و ماند. این دوتا زمینه رو تو 10 برنامه بررسی کردیم، 2-2.5 سال پیش، با برنامه تاریخی آنالیتیکی بسنده بود. سپس پرسشی که برمی اومد برای بیننده این بود که یه بیننده ایرانگرای منطقی میخواست اول بدونی که پیش از اسلام چگونه بوده، پس از اسلام چگونه دگر شده، و سپس این پرسش برمیاد که چگونه این شکست و این ترادیسی میتونست انجام بشه. برای همینم 10-11 برنامه تنها سپرده شد به شکست ارتشی که به گونه اینجا شکافته شد که تاکنون تو هیچ کتابی هم نبود و اون آتش هم پاسخ داده شد. بر بنیاد این واکافتا، این آنالیزا، ما نزدیک 10 برنامه هم داشتیم که چرا برای نمونه در کنار کارکردهای پویاسازی سکولار برای فرهنگ ایران،
حتی درسته که آیین زرتشت به ایران برگرده. ما حتی به این پرسش فنی ویژه هم که چرا کنار بازسازی روحی در میدان سکولار برای ایران حتی نیازه که ما آیین زرتشت به ایران بازگرده و میلیون ها میلیون از ایرانی هایی که نیازهای معنوی دارن به جای اینکه مسلمان باشن زرتشتی بشن، چرا این حتما نیازمنده برای اینکه اون ایران پویاسازی شده رو به صنعت بتونه اون روند رو تا ته به کامیابی بره، چون با داشتن اکثریت مسلمان از برآورد ما دستی که من شدنی نبود یه نیست. شاید به این برنامه ها 60 برنامه 80 برنامه پرداخته شده توی میدان های گوناگون. من میتونم ادعا کنم با فاصله نجومی ژرف‌تر و گسترده تر از هر گونه بررسی که پیشتر از سوی ایرانگرایان تو این زمینه انجام شده بوده. به این گستردگی و به این گستره و ژرفای فلسفی و سامانه‌وری سیستماتیک بودن. اما در گذاری که این برنامه ها انجام میشد، اون لایه های گوناگونش که نیاز بود اینو انجام بشه، چون بدون انجامشون آدم مثلا بیننده یا نگرنده نمیدونست چه خبر بوده تو تاریخ که حالا بخواد راهکار بپیچه. ببیشه توی یک سال یک سال و نیم پیش هی صدای پیام های بلندتر میشد که خب آقا این مصیبت شناسی یا این درد شناسی که رخ داده چشما رو باز میکنه، ولی تو ما این پرسش داره هی شدیدتر میشه که چی کارش میشه کرد. این دستگاه اسلامی که مثل یک آمیب کار میکنه و زنده زنده اون موجود رو میخوره که بر او میفته، شبکه های مافیایی داره و وقتی که میاد و میمونه خودش رو ماندگار میکنه و صداهای دیگر رو برای همیشه خفه میکنه و اون کسایی رو که واگرفته پیامش شدن، مبتلا به پیامش شدن، اونایی که ما آنالیز کردیم باید هوششون حتما کم باشه و گرایش سادیستی داشته باشه، اون 20% جامعه رو که اینجوری واگیر میکنه و به یاری اونا دیگران رو میترسونه و چیرگیش رو ابدی میکنه با اینکه کارآمدیشون بسیار پایینه، ولی چون همه انرژیشون رو در کشتن و شکنجیدن و ترساندن دیگران میریزن و بی اندازه هم وابسته اون پیام های الله هستن که اینا رو میخواد ببره و بهشون روسپی بده و اینها، اینا اینجوری واگرفته میشن، اینجوری از درون میترسن و با خشم و ترس معجونی از اون بیچون دیگران میفتن و اون شبکه مافیایی رو سرسخت مثل سنگ میکنن. خب اینا همش ما بررسی کردیم توی این ده ها برنامه. هی پرسش بیشتر میشد که خب این شبکه مافیایی آمیبار خفه کننده رو پس از هزار سال چگونه باید ازش گذشت، چون این بخش دسته که واکافته شده بود آنالیز شده بود که تا هست ایران یک کشور جهان سوم بدبخت میمونه و اگرم که بس این واسه ایرانیام هم که ما هیچ مشکلی نداریم میتونن همینجوری بمونن اگر با همین خرسندن، اگرم بخوان دگرگونش کنن اون موقع اون پرسش ها برمیاد که چگونه. به این هم رسیدگی کردیم که بخش بزرگ روشن‌اندیشان ایران تا این 7-8-10 سال پیش کاملا خودشونو به کوچه علی چپ زده بودن که دشواری در ایران به نام دستگاه جهان نگری اسلام وجود نداره. ما یه میزنی افراد نابابی پیدا شدن، اینا از دین مردم یه خانش سیاسی درست کردن به نام اسلام سیاسی، یا اون چیزی که فرنگی ها در سرآمد جهالت میگن اسلام سیاسی یا اسلامیزم، و بعد اینا اومدن اون کشور ریختن به هم و کلن منطقه ریختن به هم. یه 40-50-60 سال یه مشکلات رو داریم با اخوان مسلمین و حزب الله خودمون و بعد داعش و اینا، اینا ربطی به دین مردم نداره و هرچه زودتر ما با برساختن یک قانون اساسی بسامان و برپایی سکولاریزم در درون قانون اساسی این مشکلات همه گم میشه میره و این کشورهای خاور نزدیک و میانه سنتی میشن، پیشرفته میشن مثل بقیه. این دیدگاه به اصطلاح بخشی از روشنفکران ایران تو همین چند سال اخیر بود، چون برای روشن سازی مردم گفتم. یک مطلب من در پرانتز بیافزایم، برخی از همیهنان پرسیدن چرا شما و شهرام و
وقتی که اشاره میکنید به زمانی که گذشته میگین در 1000 سال گذشته، چرا نمیگین 1400 سال گذشته؟ خواستم اینو فقط روشن کنم خیلی کوتاه، و بعد شهرام جان حتما شما لطفا پی بگیرید، گوزش میخوام که گسسته کردم بشه سخن تو. اسلام در هنگام ورودش به ایران و تصرف سیاسی و نظامی ایران در ایران جا نیفتاد. در 400 سال نخست، 400 نخست هجری، بخش بزرگی از ایرانیان همچنان بر روش ایرانی خودشون میزیستند. دستگاه جهان‌نگری چیره بر جامعه ایرانی عمدتاً دستگاه جهان‌نگری ایرانی بود، هنوز اسلامی نشده بود. بخش بزرگی از جامعه اصلا مسلمان نشده بودم. اسلامیزه کردن ایران حدوداً 400 سال طول کشید و همون بازمانده چشمگیر در حقیقت ایرانیان پایان دوره ساسانی در 2-3-4-5 نسل پس از اومدن اسلام به ایران، حتی اونهایی که در ظاهر مسلمان شدن توانستند که یه تقریبا نسبتا بخش کوچکی از آن رنسانس بزرگی که در ایران میتونست در راه باشه رو با وجود بند و ماناهای اسلامی که دوچار شده بودن رو نشون بدن، و اون دو سده به نام به هر حال به نوعی عصر زرین تاریخ ایران هم از سوی برخی از پژوهشگران لقب گرفت. اما در حقیقت 1000 سال پیش، یعنی 400 سال پس از اومدن اسلام بر ایران، می شود گفت که یک، به خاطر اکثریت بالا شدن جمعیت فلات ایران به عنوان مسلمان، اسلام کاملا سیستم غالب شد در کشور، چه در منش، چه در اندیشه، چه در سنت، چه در نگاه. و بعد با آمدن چشمگیر قبایل ترک آسیای میانه به درون ایران، در حقیقت آخرین نفس‌های ایرانگرایی یا امید به نجات ایران هم از ایرانیان گرفته شد، و این آمیختگی عنصر زرتشتیان آسیای میانه و خلافت اسلامی در حقیقت گرده ایرانیان رو کشید، و این 1000 سال گذشته در حقیقت عصری است که ما میتوانیم به نام ایران پس از اسلام بهش در حقیقت رجوع کنیم، نامش بنامیم و در این باره سخن بگیم. از این روز که ما معمولا واژه 1000 سال رو کم و بیش به کار میبریم به جای 1400 سال. پوزش میخوام شرم جان لطفا ادامه بدیم. درسته، اتفاقا بررسی اون 300 سال نخستین برای این روزگار آینده نزدیک و میانه ما که روزگار بازپسگیری ایران از اسلام خواهد بود بسیار بسیار مایه بر دانستنش، برای اینکه اون نبرد هنوز دنباله داشت و در پایان سده 4 هجری با پیروزی فرجامین مسلمان‌ها یا اسلام به پایان رسید، که البته تا رسیدن اون میلیون‌ها ترک یا آسیای میانه‌ای، نیاکان خود من، که اسلام رو در ایران به پیروزی رسوندن و اون کوشش‌های بازپسگیری رو که بهش در زمان آل بویه از همشون شدیدتر بود کاملا نابود کردن، و جنبش‌های اندیشگی رو که از درون جویده بود و خیلی بخشای از ایران رو دوباره آزاد کرده بود، به ویژه قشر میانه رو، اونا رو همه رو کشتن و از بین بردن، تا همون 50 سال پیش از رسیدن ترک‌ها هنوز روشن نبود که کی میبره. درست. پیروزی حتی بیشتر با ایرانیا بود. یعنی اینکه معتزله بسیار گسترش پیدا کرده بود، که چیزی نبود جز به زور وارد کردن آیین زرتشت به درون دل جهان اسلام، و همین معتزله افراد رو گستاخ کرده بود، ایرانی ها رو در افتادن با مسلمان های کلاسیک، و در دوران آل بویه حتی نمودهایی بود که معلوم نیست اینا اصلا یهو یه شب میخوان پاشن از فردا بگن ما از اسلام بیرون اومدیم. یعنی کار تا این اندازه هنوز روشن نبود که به کدوم مسیر خواهد رفت. حالا اون داستانی، ولی اونی که اونجا اون نبرد رو اونا شکست خوردن و ما اسلامی شدیم و بدبخت شدیم و جهان سومی شدیم و درمانده شدیم، این دیگه اومد و الان ادامه همون نبرد دوباره از نو خواهد سر گرفته شد با یه وقفه 1000 ساله.
این خود البته چیز شگفت انگیزی هم هستش که ملت ایران چه سرشت یا گوهر یا نهاد شگفت آور نمردنی داره که میتونه یه نوردی رو پس از هزار سال دوباره از سر بگیره. داستان امروز ما نیست. آقای گنولی به اینا پرداخته، The Idea of Iran، توی بررسی پیدایش اندیشه ایرانی بودن در روزگار ساسانی، اما ما سپستر تو نشستای دانشی بهش میپردازیم. بله، خب ما این 2300 سالی که با اسلام دست و پنجه نرم کردیم در آغاز، نه فقط معتزله رو برآفریدیم و اسلام رو به زور داشتیم نیمه زرتشتیش میکردیم و جهان دانش رو پدید آوردیم در داخل شکم اسلام که شدیدترین ناسازگاری رو داشت با بنیاد اندیشگی خود اسلام که یه انسان حقیر رو دوست داره، نه یه انسان جوینده و سرفراز و گردن کلفت رو که خودش به خودش به عقل خودش ایمان داره، نه به جبر خداوندی و اینجور چیزها. پس از اینکه این نبرد از دست رفت و ایران ترانسفورم شد و چنین ماند، برای همه اون ایرانی های عاقل در این هزار سال همیشه روشن بوده که تا هنگامی که بنیاد اندیشگی اسلام در ایران میمونه بمونه و اکثریت بیشترگان ایرانی ها به اسلام وفادار بمونن، بازگشت به یک روند صنعتی و دانش پژوه شده نخواهد بود. و خود شکست پهلوی هم بهترین نمونه یا فرنمود اثبات بود از این داستان، بهترین هویدا نمود از این داستان بود که وقتی پهلوی یک و دو اومدن به حالت تعارف از کنار اسلام گذشتن و در یک دستگاه، یک سامانگان، یک نظام نیمه دیکتاتوری با بهره برداری از یک دیکتاتوری مرکزی فرایند پیشرفت و منطق گرایی رو در سطوح گوناگون کشور لایه‌ها به زور دوباره گستراندن، به ویژه خیلی چکشی در زمان رضا شاه و ملایمتر اما با امکانات مالی بالاتر گسترده‌تر در زمان پهلوی دوم. همه این کوشش ها که در پایان پهلوی دوم به ایران نمود یک کشور نیمه پیشرفته رو داده بود که گویا داره خیز ورمی داره که بپره، اینها چنان در هم شکست که این بهترین اثبات، بهترین فرنمود بر این بود که نمیشه. تا هنگامی که اسلام در ایران دین بیشترگان ایرانی هاست و روی هم رفته جهان نگری که داره در مغزها پذیرفته است، با تعارف نیمه دیکتاتوری اینجور کلک ها نمیشه. آخر سر میاد پس میگیره چون نهاد دل خود مردم با اون جهان ناخرسنده یا دست کم ناسازگاره. برای نمونه خیلی ها تا کنون از خودشون نپرسیدن، تا اونجا که من میدونم هیچ کس خوش نپرسیده، الحمدلله تاریخ نویسای ایرانی هم هیچ کس پرسش های ژرف نمی کنن، که چرا در زمان پهلوی دوم در آغازش به ویژه، حتی ولی در پایانش، گروه های چپی که ما در ایران داشتیم اینقدر مالی خولیایی و تندرو بودن؟ چرا در اروپای شمالی وقتی که ما گرایش چپ داشتیم در قرن 19 هم به خاطر فقر کارگرها، تنگ دستی کارگرها، که این تنگ دستی کارگرها در سده 19 هم در میانه یا پایان سده 19 هم در اروپا 100 برابر شدیدتر بود تو آثاری از جدای طبقاتی زمان پهلوی دوم؟ اونجا سنجش پذیر نبود در آلمان یا انگلستان که در کارخانه ها کار میکردن بدون پوشش بیمه و اینها از گرسنگی شکمشون استفراغ میکردن بیرون و بازم با 14 ساعت در روز کار میکردن بدون حفاظت و ایمنی، دستشون میرفت لای دستگاه قطع میشد. از این داستان ها فاجعه ای بود که برآمده از اون بود که اندیشه های مارکس برآمد، روانشاد مارکس فیلسوف آلمانی که گمان میکرد یه راهی پیدا کرده که این دشواری رو بگشایه. اما در همون زمان هم که اونا کارهای نظری رو میکردن، به ویژه آلمانی ها رو پیدایش این کمونیسم و دستگاه نظری سوسیالیسم،
اکثریت یا بیشترگان کسایی که به گرایش چپ داشتن در همین مرکز اندیشگیش که آلمان بود میانه‌رو بودن، منطقی بودن. هنگامی که حزب سوسیال دموکرات در ایران آلمان پدید آمد 1875، ایسود 85-90% افراد با گرایش های چپ اون تو بودن، 10-15% در حزب کمونیست تندرو بودن، شاخه تندش بودن. در یعنی جامعهشون یه جامعه تولیدی بود، من واژه آریایی رو نمیخوام به کار ببرم، یه جامعه نژادی آریایی بود و از نظر فرهنگی پروتستان، یعنی بهترین سخت افزار نرم افزاری که آدم میتونه داشته باشه و حتی کارهای تند روانه هم که میخواست بکنه، مثل پیدایش یک جهان نگری، جهان یک ایدئولوژی، یک باورمانی مثل کمونیسم، بازم اکثریت یا بیشترگان مردم میانه رو و منطقی میرفتن اونو پیاده کنن. یه کمترگانی بودن که تند رو بودن. در ایران از روز اول که کمونیسم یا انجای چپ سر کلش پیدا شد، به حمد الله و المنه، 95% مالی خولیایی و تند رو بودن. و یعنی آشکارا به این دلیل که حتی کمونیسم ایرانی هم روی بستر ذهنیت اسلامی یک ذهنیت منطق گریز و افراطی بود و طبیعتاً خرد ستیز بنا شد، از این رو خیلی خیلی پررنگتر نسبت به کمونیسم فرض کنید همزمان خودش در غرب عمل کرد و طبیعتاً باز اون ویژگی دیگه اسلامی هم حفظ کرد که به نوعی کلنگ برداره و بخواد تیشه به ریشه های این کشور بزنه و با هر گونه پیشرفت و هر حرکت رو به جلوی در مملکت در اون زمان نه مخالفت که اصلا دشمنی کنه. روی هم رفته اصلا نمود افراد مالی خولیایی بود. من خودم در دوران دانشگاه 20-25 سال پیش هنگامی که با بازماندگان کمونیست، همیهنای کمونیستی که از انقلاب اون موقع 20 سالی گذشته بود، زندگیشون رو باخته بودن، دوستاشون همه اعدام شده بودن، فلان بسار اینا، در ساحل تبعید نشسته بودن در دانشگاه های آلمان در 40 سالگی 45 سالگی و غم می‌خوردن از زندگی های سوختشون، اما بسیارشون سخن میگفتم و اندیشهشون آشنا شدم و یک بخش قابل توجهیشون حتی با اینکه اومده بودن و 20 سال در فرنگ هم در تبعید مانده بودن هنوز مالی خولیایی بودن. آدم متعادل، ترازمند و خردگرا مثل مثلا خیلی ملکی توشون رو باید با ضربه میگشتی پیدام نمی کردی آخر سر. این مالی خولیا این برمانش یا میراث اسلامه و شما اشتباهی که پهلوی دوم میکرد، اول پهلوی یکم که حتی تایدرش میدوند چه خبره، ولی دوم عمیقا مثل فرنگی ها که الان مسلمان ها رو تو کشور خودشون راه دارن میدن و دوزخی رو برای آینده خودشون دارن میخرن، عمیقا جرفانه بر این باور بود که در اسلام هیچ دشواری نیست و ما اگه یه خورده پیشرفت های صنعتی و آموزش پرورشی اینا بکنیم همه چی درست میشه. دنباله اون اندیشه هم روشن اندیشه های خودمون تا به امروز هستن. اینو هیچگاه نپذیرفتن که تا هنگامی که اسلام دین بیشترگان ایرانی هاست، یعنی نه فقط بیشترگان، من بر این باورم که هر کشوری که توش شمار مسلمین از 30% بالاتر باشه فرو میپاشه از درون. یعنی درصد که از 30% میره پایین کم کم میشه کنترلش کرد، یعنی هر دو نفر مراقب یه نفرن یه کارش میشه کرد. اما اون درجه از درشت خویی، از گستاخی، از تازش خویی که درش هست، یک سوم همبودمان رو جامعه رو که میگیره کمامیش چنگ میافکنه و قدرت سیاسی رو کم کم میگیره دستش و همه چی رو میگسله میدره نابود میکنه. در ایران آینده هم تنها هنگامی آب خوش از گلوی ایران پایین خواهد رفت که شمار مسلمینی که در شناسنامه نگاشته شده زیر 25% باشه. بنابراین این بازپسگیری که حالا یه واژه‌ای که خیلی به نظر جنگی اونا میاد، از خود روان درگیری یا اینا بیشتر خود موضوع اینه که این روند
آزادسازی اندیشه ایرانی ها از اسلام باید انجام بشه. اگه تو میخوان یه کشور صنعتی پیشرفته دانشینا بشن، اونجوری که پهلوی دوم هی آرزوشو میکرد، هر روز میگفت ژاپن دوم که برای آدمای که کارشناس بودن همون زمانش هم جمله خنده داری بود که میگفتن یک جامعه ای که در یه همبودمانی که بیشترگان مسلمونن ژاپن دومی رو حالا آدم از رو ادب شاد بهشون چیزی اون موقع نمیگفت. اونم که در میافتن که شمارشون هم بسیار اندک بود، اونا که در میافتن مثلا کسایی مثل ذبیح بهروز یا امام ششدری بیگمان وقتی میشنویدن تحلیلش رو میخندیدن. ولی خب حالا روان شاد محمد رضا شاه اینجوری میاندیشید. به هر حال آزمایشی که اون زمان به این آشکاری به شکست خورد، این هویدا نمود که نه همون باید زدوده بشه. اگه بمونه مثل سرطانی که شما تنتو سرطان گرفته ولی میگی من هی میخوام برم ورزش کنم، ورزش کار بشم، واقعا چگونه؟ شما اول باید اون سرطان رو درست کنی، حالا میخواد کارت پزشکی لازم داره، شیمی درمانی، هر چی، اونو باید انجام بدی، یه 3-4 ماهی هم در بستری تا تندرست بشی، بعد دوباره برمیگردی سر همون تمریناتی که پیش از بیماری انجام میدادی واسه رفتن المپیک. مثلا قبل از بیماری پهلوان بودی، این بیماری بدن تو رو در گرفته، زمینگیر کرده. نخست اون باید درست بشه، درمان بشه، زدوده بشه تا سلول واپسین، پیش از اون که بخوای بری دوباره تو دو میدانی اونجوری تمرین کنی، اون تنت باید اون کشش رو داشته باشه. حالا سخن ما پس با ایرانی‌ها این خواهد بود که آقا اگه صنعتی و پیشرفته اینا می‌خواید بشید، اوکی، راهش اینه. اگرم نمی‌خواید بشید، بگید همینجوری خوبه، حالا یه مقدار زیارت همین بازماندگان مهاجمین عرب قدیم رو می‌ریم، این ور اونور اومده بودن ایرانی‌ها رو می‌کشتن، حالا زیارت خونه دارن، می‌ریم خودمون رو به اونا می‌بندیم، یه خوردم رو به خداشون دلار راست می‌شیم. این برنامه‌هایی هم که گفته تو این مانیفست کاریش به نام قرآن، اونا هم مثلا انجام میدیم، نمیدیم، ما هم که درستا بیش وقت عربی بلد نیستیم، حالا اونایی که خودیم انجام میدیم. این برنامه قرارداد رفتن با حوری ها اینا هم که به عنوان بازنشستگی آسمانی داریم، ولی در کنار اینا به همدلله میخوایم صنعتی هم بشیم. این روشیه که بخش بزرگ همبودمان ایران تا الان دوست داشته. یعنی اون چیزی که ما توی فارسی کوش و بازار بهش میگیم هم خدا هم خرما رو داشتن. درست. برحال این بررسی ها که این کارا چرا باید انجام بشه رو ما توی چندین ده برنامه، شا 60 تا 80 برنامه تو شمارش های گوناگون انجام دادیم. اکنون ما یک چند برنامه به این میپردازیم که اوکی، اگه براستی از دیدگاه نظری فلسفی کار کردی لازم باشه که اسلام در ایران پس رانده بشه و اندیشه ایران شهری کلاسیک دوباره برکشیده بشه، که در حقیقت یه چیزی بود بسیار نزدیک به اون چیزی که اروپایی‌های شمالی برای خودشون درست کردن در اون اندیشه پروتستانتی شد. بی خود نیست که اینا صنعتی شدن و ایران پیش از اسلام هم بسیار تولیدگرا، فراوردگرا بود. صنعت رو نمیشه به کار بود چون صنعت ما برای انقلاب صنعتی بود، ولی اگه بخوایم بگیم صنعتگرا بود. به هر روی حالا ما چون گونه خودمون رو داشتیم و درست نیست که آدم بنیاد فرهنگی خودشو تون تون دو دستی بندازه دور وقتی که میتونه از درون خود اون یه بسیار نیرومندی برکشه، اون رو پس از کنار زدن اسلام باید بازنده سازی کرد با جهان فرنوین، با جهان مدرن و هم سازگار کرد و از داخل خود ایران یک قطب پیشرفت درست کرد که کنار اروپای شمالی و آسیای خاوری قطب سوم بشه برای خودش. تو این ابعاد باید اندیشید. به واقع دیگه میکوشیم که اگر که قرار در ایران روزگار مدرنیته رو شاهد باشیم، این مدرنیته درونزا باشه، این مدرنیته ایرانی باشه که بر بنیاد شالوده های جهان‌نگری و جهان‌بینی ایرانی شکل بگیره، چون بر این باوریم که میتواند ماندگارتر بشه، توانمندتر بشه و اگر جاهای طبیعتاً نیازی باشه، خلایی باشه و ناسازگاری در کار نباشه، میتواند از تجربه آنچه که در غرب گذشت، دست کم اون بخشش که موفقیت آمیز بودن، بهره بگیره و مجموعه این
ایران رو در حقیقت به یک جنگ افسار روانی و اندیشه‌ای و اخلاقی مجهز کنه که خب سرنوشت بهتری برای ما رقم بزن. جان جا فراموش نکنیم که خود فرنگی یا پسرموهای نژاد فرنگی خودمونن. بعد فراموش نکنیم که پیش از اسلام، پیش از اینکه اسلام سر کلش پیدا بشه و ما رو به این خاک سیاه بنشونه و ایران پیشروترین کشورها بود در گسترش فرهنگ سازی و حتی در ابتکار کارهای دانشی، وقتی که روم و یونان کم کم واپس نشستن از برای مسیحی شدن، این آغاز ورزی ها، این ابتکار ها و این نوآوری ها و اینها از ایران گر و گر می رفت به سوی فرنگ. فرنگی ها تمام دستگاه های جنگیشون، دستگاه های کشاورزیشون، دستگاه های سازماندهی اجتماعی فئودالشون رو همه از ایران گرفتن و در روزگار آغازین پس اسلامی هم که 90% کسایی که دانش رو جلو می بردن، حالا این بار زوری به زبان عربی، ولی همه ایرانی بودن. چه بدونم سینا، بیرونی، خارزمی، بزجانی و اینا رو وقتی فرنگی ها می اومدن و می بردن و ترجمه می کردن، یعنی از ما یاد می گرفتن، آلرژی نداشتن. حالا البته اونا اون زمان نمی دونستن که ما پسرموهای فرهنگی نژادیشون هستیم، ولی وقتی می خوندن می دیدن که با ذهن خودش سازگاری داره. ما هم وقتی که نوشته های مونتسکیو یا ولتر یا کانت رو میخونیم، میبینیم با ذهن ایرانی کلاسیکمون سازگاری داره. بنابراین بر بنیاد اون جهان‌نگری ایران شهری که چیزی نبود در حقیقت جز فقط گونه کهن‌تر جهان‌نگری پروتستانتی که لوتر برآفریده بود، از بر دو بنیاد خرد و وجدان فردی، وجدان آزاد، و بعد رو به پیشرفت، در حقیقت پیام لوتر بود و پیش از 2000 سال پیش از اون، یعنی 2600 سال پیش از اون زرتشت اینو فرموله بندی کرده بود. بنابراین در صورت نژادی فرنگی که سازگاری داره، بنیاد پیشرفتش هم که نظر نظری خیلی به هم همانند، خیلی همانندی داره، یکی نیست ولی خیلی همانند داره، ما روی شالوده کلاسیک خودمون میسازیم. اما تو این 400-500 سال گذشته پسرموهای فرنگیمون چوب ابتکار دستشون بوده و بنابراین از اونجا برگرفتن بسیاری از الگوها هیچ دشواری نیست. پس از این که موتور خودمون دوباره راه افتاد و از این بیماری هزار ساله از بسترش برخیزیدیم، من کوچکترین گمانی ندارم که ابتکار تا یه اندازه زیادی به ایران باز خواهد گشت و خود فرنگی ها شگفت زده خواهند شد که این قطبی که اینجا برآمد فرق میکنه با قطب آسیای خاوری. آسیای خاوری یه خورده تولید و فراورش و اینا بلده، اونو فضیلت همکاری، فرمانبری، این سر به زیر بودن، کار کردن، منطق اینا رو بلدن، تا خردگرا بودن، تا اندازه که کار کرده انجام میده. ولی فرد آزاد یا فرد باوری رو نمیشناسن. این همین دقیقت که پیش از اینکه فرنگی ها این رو بنیاد کشورشون بکنن در ایران بود. در این وقتی که فردوسی میگه که سیاهی لشکر نیاید به کار که یک مرد جنگی به 100,000، این یک ددیکیشن یا یک دلنهادگی به چند مورد، هم به کیفیتگرایی، هم به شایسته سالاری و هم به فرد باوری که فرد میتونه سرمنشای کارهای بزرگ باشه اگر رو خودش کار کرده باشه. این پیام از ایران رفت به اروپا و بنابراین پروژه ما یا پیشافکند ما اگه درست انجام بشه، سرکار فرنگی ها بعدن با یه هماورد توی ابعاد چین یا ژاپن نخواهد بود، بلکه یه چیز بسیار 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 گردن کلفتر، چنان که پیش از اسلام هم چنین بود. تا اندازه هم بعدشون نیومد که ایران اینجوری به دست اسلام از بین رفت، چون در حقیقت خودشون دیگه در جهان بی هماورد موندن. آسیای خاوری هم هیچ وقت آدم حساب نکردن، چون دیدن اونها یه فرهنگ فرد باور ندارن و بیشتر یه حالت کلکتیو و اینا گروهیه و اون دقت نظر رو ندارن، برای همین هم به سادگی به استعمار اینا در اومده بوده خود چینی ها. حالا اون داستانش درازه، ولی پیش از اینکه همه این برنامه‌ها یا تخیل‌ها بخواد به گامه انجام در بیاد، نخست باید از توی این فرایند دست کم 3 تا 4-5 دهه‌ای
بازپسگیری ایران گذشت با نهایت سرسختی. یه سرطانه که باید از تن این کشور زدوده بشه. و ما الان پس بونجاستیم که روش هاشو میخواییم پرشناسیم. چون من میدونم که زمان دیگه داره به سر میرسه، پیش از این که به پایان برسه من فقط یه پیشنمودی میدم از چیزایی که ما بهشون رسیدگی خواهیم کرد. چند دقیقه زمان داریم شاهین جان؟ من به خاطر که صفحه کاملی نمیتونم زمان رو چک کنم. ساعت چنده به زمان شما شاهین جان؟ الان اینجا 10:50. خب پس ما 7 دقیقه دیگه فرصت. 7 دقیقه. بله، تو این روش شناسی بازپسگیری ایران از اسلام و سپس بازسازی اون جهان نگری ایران شهری، ما یک سری خواهیم زد به اون کارهایی که تا الان انجام دادیم، یعنی یادآوری خواهیم کرد که ما از دیدگاه درون مایه، از دیدگاه محتوا گفتیم که اسلامی سازی ایران چه برآورد. یه سری خواهیم زد به بخش روش اسلامی سازی ایران که ایران چگونه اسلامی شد، که اون درون مایه با این درون مایه جایگزین بشه. اینا خیلی کوتاه خواهد بود، کمتر از یک نشست همش با هم. و بعد می‌رسیم به پرسش کلیدی که روش بازپسگیری ایران چه میتواند، میشاید، میباید بود، که این پرسشیه که پس از این شکستی که ایرانیا خوردن در نبرد با اسلام در پایان سده 4 هجری تا به امروز دیگه بی پاسخ مونده، اون هم با در نگر گرفتن این دستگاه آمیبار مافیایی که این شبکه اندیشگی داره. درسته که کار بلد نیست، صنعت بلد نیست، دانش بلد نیست، ولی در ماندگاری بسیار 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 سرسخته. بعد ما به این برخی اصول خواهیم پرداخت، به برخی فرگانها که وقتی شما میخواید این راهو برید چه چیزهایی رو باید در نظر بگیریم. پس از اون موقع به گام بندی، به مرحله بندی میرسیم که پس از این شناختن پیش بنیادهای نظری که این همچین آزادسازی چه نیازهایی داره، به گام بندی میرسیم. گام یکم این خواهد بود که ایرانیای ایران شهری باید با هم به یک همراهی برسن، به کانسنسوس برسن که دستگاه نظری که میخوان اینو با اون جایگزین کنن رو در گونه فشرده چگونه میشه برگفت. که میشه گفت داستان نگاشتن و برش برنهادن یک مانیفست ایران شهریه که در ایرانگراها پذیرفته باشه. دو، بخش تبلیغاتی در اون کشوری میاد که تو این 10 سرعت گرفته و سرعتش باید چندین برابر بشه و هرچی گسترده تر بشه درگیری ها در درون کشور هم اتوماتیک بیشتر میشن، چون اسلام یه دستگاه خود پدافنده است، یعنی نمیتونه برتاب اندیشه های دیگر رو وقتی بیدارن گسترش پیدا میکنه. بخش سوم، بررسی به این که ویژگی هایی که اسلام داره برای اینکه از خودش پدافند کنه یا اینکه شکست بده و اونا رو اینجا باید باشون برخورد کرد کدوم هاست و چگونه باید باشون برخورد کرد. برای نمونه اینکه یه دین کلاسیک نیست، بلکه دستگاه سیاسی توتالیتری که از نمودهای دینی بهره برده، این چیزی که فرنگی‌ها تا هنوز نفهمیدن. مسئله 4، بر بنیاد این روش ها اون موقع کانکرت یا نکته یاز سازماندهی و شبکه سازی چگونه باید باشه. ما از چندین دهه کنش های شبکه مند باید رد بشیم. پس از اینکه ایران آزاد شد دیگه لازم نخواهد بود، چون یک همبودمانی که در خودش آزاده دیگه نیاز به داشتن شبکه ویژه واسه ایران شهری کردنش نیست. مثل اون کسی که از بستر سرطان برخاست وقتی که درمان یافت دیگه نیاز نیستش که هی با آمپول شیمی درمانی به او پرداخت، درمان یافته و میتونه زندگی روزمره‌اش رو بکنه. اما در این روزگاری که ما داریم از این فرایند رد میشیم، شبکه سازی های ویژه خواهد بود. حالا برخی ها ممکن اینجا یه خورده پرسنس خوشون نکنه که این خودش هم یه گونه ایدئولوژیک بشه، به بیراهه بره. اینا رو باید بررسی کنیم، چگونه باید این کارا انجام بشه که به بیراهه ایدئولوژیک نره، بلکه فقط ابزار آزادسازی و
پیرایش، پاکسازی درونی روح و روان ایران باشه و پس از اون ورگ و سله منحل بشه و ایران به یک دستگاه روزمره یک کشور پیشرفته و با یه زندگی روزمره برسه. بخش پایانیش این خواهد بود که پس از این که قلتک رو به موفقیت افتاد، اون موقع این رو پس از بخش بزرگی از درمان و پیرایش چگونه نگهداری کرد، دوباره بدون این که از توش پادنمودهای ایدئولوژیک بیاد بیرون. حالا این هم چیزی که قدیم ها داشتیم، بونی ربطی نداره. این پنج گامه و پیش از اون فرگان ها یا پرنسیپ هایی که چه چیزایی رو باید در نظر گرفت وقتی که این راه رو داری میری، اینا رو ما به بررسی میگذاریم. و بالای همه اینها من در مورد این بسیار سخن خواهم گفت، مسئله اراده است. یعنی شما میتونی این یکی از مشکلاتی که ما در ایران داشتیم تو این هزار سال گذشته این بودی که پس از اینکه اون آدمای جدی از بین رفتن و دیگه فقط ایرانی‌ها شکست خورده موندن، اینی که کار ایرانی‌ها به حرافی کشید. درست. چون این احساس از دست دادن که دیگه در جهان بیرونی دیگه دستی ندارن، بلکه اینجا فقط اسلامی که اینا رو میکشه، اینور میکشه، اونور میکشه، تیکه تیکه میکنه، شکنجه میکنه و اینا خودشون کشور خودشون از دست دادن و فقط میتونن خفه خون بگیرن و تحمل کنن. درست. بنابراین کارشون به حرافی و حتی گزافه گویی کشید و کارشون به گفتار درمانی کشید. در این هیچ پرسشی نیست که این داستان فقط انجام خواهد شد با مدل اردشیر بابکانی یا شاه اسماعیلی. یعنی افرادی که عزمشون، ارادهشون، فارسیشو بگیم خواست مایشون 10 برابر 20 برابر بر گفتارشون چیرگی داره. درست. و هزینه ای که ممکنه بپردازن، هزینه مکسیموم هم میتونه باشه، مثل اونایی که همین در آبان ماه جانشون رو برای ایران دادن، در حقیقت جاوید نام شدن، که ما رشک میبرزیم به این که اونا موفق شدن به این درجه برسن و ما نه هنوز. این داستان به وسیله دلیری و سرسختی و همزمان نقش ریزی آمیزه از اینها پیروز خواهد شد. یعنی شما باید 100% دلیر باشی، 100% به اون باید ایمان داشته باشی، باور داشته باشی و همزمان باید زیرک باشی که بهترین راه بری، چون دشمن در آغاز چندین برابر بزرگتر و هولناکتره. هر جان پیروزی به دست اومده، شهرام جان، با همین خاصمایه بسیار پولادین بوده. یعنی چیزی نیست که با مماشات و با تعارف و با پرگویی و با کلیگویی و با رعایت یه سری به اصطلاح جوانب کار و مصلحت اندیشی بهش رسید. من داشتم چند روز پیش سخنی میگفتم تحت عنوان با شاهنامه برخواهیم خواست و به همین اشاره داشتم که اسلامی ندوشن ایشون در یک مقاله خیلی کوتاه خیلی زیبا اشاره کرده به انسان ایرانی که در شاهنامه میبینیم و حدود 200 سال بعد انسان ایرانی که در گلستان سعدی میبینیم. و خیلی جالب میگه که حالا اون استعاره که به کار میبره، میگه که در گلستان با یک انسان ایرانی طرفیم که پیاده هست، رو کف زمینه، میترسه، میکوشه که مماشات کنه، میخواد با همه چی کنار بیاد، میخواد آسه بره آسه بیاد که براش درد سری درست نشه، میگوید سری که درد نمی کنه دستمال نمی بنده. خیلی وقتا حقیقت و درستی و فدای ماندگاری و در حقیقت احتیاط و ترس خودش میکنه و میگه 200 سال پیش از اون انسانی که در شاهنامه میبینیم انسانی سواره بر اسب نشسته، از بالا داره نظاره میکنه آنچه که بر سطح زمین میگذره، آماده تاخت، آماده جولان دادن، سر نترسی داره. و برای همین هست که شما در درازای شاهنامه آنچه که میبینید
آسمایه یا همون اراده است برای انجام کارهای بزرگ و بعد نهیب زدن به این اسب برای حرکت در این سپهر هستی برای اینکه اون تغییرات رخ بده. من فکر میکنم که همچنان که گفتی و این استعاره استامین دوشن هم خیلی زیبا اینو بیان میکنه، ما نیاز داریم که بر اسبی بشینیم که بتواند ما رو با روحیات و حال و هوا و البته جهان نگری اون انسان شاهنامه‌ای در حقیقت توصیف کنه، تا انسان زمین خورده ترسیده سربریده شده گلستان سعدی. هر وقت در انجام پذیریش ایرانی های منطقی گمان افتادن، یاد شاه اسماعیل بیفتن که با 20 هزار نفر از تبریز بلند شد، یا 1 میلیون داعشی وسط را از میون برداشت با اون 20 هزار نفر. این میزان آمیزش همت و نقش ریزی رو اونجا شما اون موقع میبینی. من فقط در پایه نکته دیگری یادآور بشم، چون این تو این برنامه ها ما به میپردازیم که این آیین از بیابون ها برآمده و مالی خولیایی رو برای چی باید تو ایران دوباره پاکسازی بشه. ما بگیم که چون موضوع اصلا درگیری شخصی اینا نیستش، که بنده که عرض کردم که من گمان نکنم در ایران خاندانی وجود داشته که تعصبش در تشیع به اندازه خانواده من بود. ما کارمون فقط کشتن دشمنان تشیع بود 400 سال، 450 سال. ولی برای ما یه چیزی که خیلی مهم بود مسئله خرد و ایران بود. یعنی گمان میکردیم که شیعه داره به ایران کمک میکنه، دیگه شوخی نمیفهمیدیم. ولی وقتی برازمودهای تاریخی تجربه ما نشون داد که حتی این گونه ایرانی شده ای اسلام هم آخر پر از همون آسیب ها یا زهر اسلامه، دیگه اون موقع باید داستان رو باید درست به پایان رسوند و برای ایران یه حالت جهان سومی و نیمه بیمار بس نیست. اگر نه آدم میگفت خب بذار همینجوری ادامه پیدا بکنه، چی کارش داری، خب خوشن واسه خودشون، ولی برای ایران درست نیست. برای ایران مثل یک کسی که از یه آدمی که از یه خانواده کامیاب و پرپیشینه اومده و اون بچه به فلاکت نشسته، همسایه ها و دیگران و خودش باید بهش کمک کنن که اون به جایگاه قدیمیش برنشینه. برای ایران این وضعیتی که هزار سال ما داریم قابل قبول نیست. مسئله شخصی یا درگیری یا خصومت نیست، موضوع اینه که این آیین بیابانی و مالی خولیایی مال ما نیست و جز آسیبم نرسونده، وگرنه ما آدمای ناسپاسی نیستیم، نگهش می‌داشتیم، تازه پروردش هم می‌کردیم. درست. از من بس. شهرام جان اگه میشه برگرد لطفا از اشتراک بیرون بیار. بله. بسیار خب، به پایان زمان رسیدیم. سپاس بسیار شهرام جان و سپاس از همیهنان برای توجهشون. برنامه رو میتونید افسون بر تلویزیون پارس در یوتیوب جنبش رنسانس یا نوزایی ایرانی هم ببینید. امیدواریم دوستانتون رو دعوت کنید، فرا بخارید به دیدن این گونه برنامه ها. فایل آوایی یا صوتیش رو از طریق شبکه های اجتماعی پخش کنید و اگر که علاقه من به پشتیبانی از جنبش رنسانس ایرانی هستید، به ویژه برای پشتیبانی از فراهم کردن هزینه های ماهواره و هر حال پرداخت به تلویزیون پارس، بسیار سپاسگزار میشیم که به تارنمای iranianrenaissance.com برید. iranianrenaissance.com سایت فارسی ماست و تارنمای انگلیسیمون هم هست persianrenaissance.org و در اونجا محبت بکنید و پشتیبانی مالیتون رو اگر که میخواید انجام بدید انجام بدید. بسیار سپاسگزارم. تا برنامه بعدی که در خدمت شما هستیم، بدرود تا هنگام دیگر. بدرود.